مقالت چهارم در علم طب و هدایت طبیب. طب صناعتی است که بدان صناعت صحت در بدن انسان نگاه دارند و چون زایل شود بازارند و بیارایند او را به درازی موی و پاکی روی و خوشی بوی و گشادگی. اما طبیب باید که رقیق الخلق، حکیم النفس، جید الحدس باشد و حدس حرکتی باشد که نفس را بود در آراء صایبه، یعنی که سرعت انتقالی بود از معلوم به مجهول. و هر طبیب که شرف نفس انسان نشناسد، رقیق الخلق نبود، و تا منطق نداند، حکیم النفس نبود، و تا مؤید نبود به تأیید، جید الحدس نبود، و هر که جید الحدس نبود به معرفت علت نرسد، زیرا که دلیل از نبض می باید گرفت و نبض حرکت انقباض و انبساط است و سکونی که میان این دو حرکت افتد. و میان اطبا خلاف است، گروهی گفتند که حرکت انقباض را به حس نشاید اندر گرفتن اندر یافتن. اما افضل المتأخرین حجت الحق الحسین ابن عبدالله ابن سینا در کتاب قانون میگوید حرکت انقباض را در توان یافتن به دشواری اندر تنهای کم گوشت. و آنگه نبض ده جنس است و هر یکی از او متنوع شود به سه نوع، دو طرفین او و یکی اعتدال او. این بالاتر یه جایی میگه که طبیب باید منطق بدونه. چرا؟ چون که تا منطق نداند حکیم و نفس نبود. خب این چیزایی که خط کشیدم جنس و نوع و اینا توی اون چیز حکمت قدیم چیزای منطقن. خب دستبندی چیزاست. پایین تر هم یه جا اشاره میکنه هر پنجتاشو. اینجا قبل از اینکه اون توضیح منطقو بده خیلی رجوع میکنه بهش. مثلا میگه نبض ده جنسه، یعنی ده جور نبض داریم. هر کدوم از این دهتا سه نوع میشه، یکی بالا یکی پایین، یکی هم حالت اعتدالش. خب کمی چیزش شسته رفته نیست حرفی که داره میزنه، عقب جلو داره حرف میزنه، ولی اینا به همون چیز منطق داره اشاره میکنه. چهار مقال نظامی عروضی از هر دانش یه چیزی میدونسته، تقریبا همه مطالبش نسبتا درسته ولی چیز نیست. ولی نکته که گفتی خیلی نکته مهمیه که در واقع در علم منطق و طب در زمان قدیم خیلی به هم دیگه به همین دلایل مربوط بودن. و مثلا اینکه ابن سینا هم فیلسوف هم پزشک و جالینوس هم اینطوریه و جز منطقداران بزرگ بوده و پزشک بزرگی هم بوده، دقیقا به این موضوع مربوط میشه که همین دیاگنوستیک الان هم همین جوریه دیگه. یعنی قسمت سخت پزشکی که احتیاج به آیکیوی بالایی داره قسمت دیاگنوستیکه دیگه، یه جور دیباگ کردن و خیلی باید منطقی به قضیه برخورد کنی. بله. و آره در تاریخ منطق اصلا این رابطه منطق و علم پزشکی در موردش خیلی زیاد صحبت شده. نکته جالبی. ببین این بحث نبض که تموم میشه میگه نبض ده جنس است و فلان و فلان و فلان، اون تفسیره همون نمونه ادراره. خب میگه آقا مثلا پزشکی علکی نیستش که، یه نبض تشخیص دادن خودش یه داستانه، حالا اینکه ده تا جنس داره و اینا هیچی، خود تفسیره رو بگو که چیه. آها سی جور هم شاش داریم مثلا. آره مثلا ببینم بعد این قضیه انقباض و انبساط هم من نفهمیدم چی بود که انبساط نبض دیگه، یه چی میگن قلب دو تا حرکت داره دیگه، یکی پمپ میکنه یکی پس میکشه. خب اینا نبض منقبض میشه و منبسط میشه. خب این منقبض شدنشو یعنی چی میشه به اصطلاح پزشکیشون که قلب خونو جمع میکنه؟ نمیدونم ولی متوجه میشم چی آره. میگه به خیلی پزشکا میگفتن این انقباض رو نمیشه حس کرد. اگر اینکه ابن سینا گفت اگه لاغر باشه، ولی انقباض میگه تو پزشک خیلی حساسی باشی اون یارو هم توپل مپل نباشه میشه دشواری میشه انقباضش هم چیز کنه، توپل همچین چیز باشه نمیشه. آره
تا تأیید الهی به استصواب او همراه نبود، فکرت مصیب نتواند بود. و تفسره را نیز همچنان الوان و رسوب او نگاه داشتن و از هر لونی بر حالتی دلیل گرفتن نکاری خورده است. این همه دلایل به تأیید الهی و هدایت پادشاهی مفتقرند و این معنی است که ما او را به عبارت حدس یاد کردیم. و تا طبیب منطق نداند و جنس و نوع نشناسد، در میان فصل و خاصه و عرض فرق نتواند کرد و علت نشناسد، و چون علت نشناسد در علاج مصیب نتواند بود. و ما اینجا مثلی بزنیم تا معلوم شود که چنین است که همی گوییم: مرض جنس آمد و تب و صداع و زکام و سرسام. بله، این ببین، این چیزی که من خوندم، جنس و نوع، مثلا جنس میشه گروه بزرگتر، نوع میشه زیر گروه هاش. چند تا خب، ما داشتیم چند تا جنس؟ 10 تا جنس، تا نوع یا 10 تا؟ اون راجبه، اون فقط راجبه چیزا بود، مریضیا بود. خب، نه ببین، مثلا مرض میشه آره نبض، ده جنس. آره. هر کدومش 3 تا نوعه. خب بعد این اینطوریه، جنس مثلا فرض کنید میشه جانداران، نوع میشه مثلا انسان و حیوان. خب فصل میشه فرق بین اینا، مثلا فصل بین انسان و حیوان میشه قوه ناطقه مثلا. این چیزا خاصه یه ویژگیه که مثلا آره مالی یکی باشه. عرضم دو تا چیز داره، عرض کلی داریم و عرض جزئی اگه اشتباه نکرده باشم، که میشه بازم یادم نیست چه فرقی با خاصه داشت، ولی بازم مشخص کننده یه نوعه. عرض یعنی در واقع مثلا رنگ و اینا جزء عرض هم دیگه. آره در فلسفه قدیم. یه ذات داریم، یه عرض داریم در فلسفه. آره بگو سامان. فکر میکنم مثلا توی پزشکی تب عرضه. آره تب عرضه، حالا یه فصل مفصلی راجع به انواع تب یکم پایین‌تر میگه. یعنی چند جور تب داریم، هر کدومش یه عرضی داره. آها آره، همین و همین چیز منطق و با چیز میگه. بعد من میگم یه خورده به هم ریخته است. ببین اون بالا اول گفته دقیق الخلق فلان فلان، آخرش میگه جید الحدس، بعد میگه که و تا مؤید نبود به تأیید، یعنی به تأیید الهی، جید الحدس نبود. یعنی جید الحدس بودن یه چیزی که خدا باید به طبیب بده. خب بعد اینجا میگه که این همه دلایل به تأیید الهی و هدایت پادشاهی مفتقرند. یعنی تأیید باز خلاصه خدا باید لطف کنه. بعد مثلا دوباره برمیگرده سر بحث منطق که مال چیز قبلی. چی؟ تناقض نداره؟ نه تناقض نداره، ترتیبش نامرتبه. یعنی باید اول منطق رو تا ته میگفت، بعد میگفت خب حالا همه این منطق هم که یاد گرفتی آخرش تایید الهی میخوای. آها حالا دیگه، حالا اگه فقط همین باشه اوکیه. آره دلیل طولیه دیگه، خدا همه چی تایید الهی میخواد دیگه. حالا مرض جنس آمد و تب و صداع و زکام و سرسام و حسبه و یرقان نوع، و هر یکی به فصلی از یکدیگر جدا شوند، و از این هر یکی و از این هر یکی باز جنس شوند. مثلا تب جنس است و همایوم و قب و شطر القب و رب انبا، و هر یکی به فصلی ذاتی از یکدیگر جدا شوند. چی شد؟ الان چی شد؟ این کلمات عجیب شد؟ این هما یعنی همون تب. خب آها آره دیگه، عربی میشه تب. آره بعد ببین میگه مرض جنس اومد، همون قضیه جنس و نوع و فصل و خواسته و اینا رو داره میگه. میگه مرض یه جنسه، بعد از این جنس تب و صداع و زکام و سرسام و حسب و یرقان نوعن. خب انواع تبن، انواع مرضن، انواع جنسن، انواع مرضن. اون جنسمون مرضه، نوع انواعمون ایناست، تب و صدا و فلان.
بعد هر کدوم از اینا با یه فصلی از هم جدا میشن، یعنی تب با صدا یه فصلی داره، یه فرقی داره، صدا با زکام یه فرقی داره. خب بعد هر کدوم از اینا دوباره جنس میشن و چند نوع دارن. مثلا تب اگر یه جنسه، ما انواع تب داریم. خب انواع تب چیه؟ مثلا تب جنس است و اینا انواعن. خب همایم و قب و شطر القب و رب و یه چیزی یان که پایین تر میگه. باز اینا هر کدوم به فصلی ذاتی از یکدیگر جدا میشن. یعنی توی که طبیبی نه تنها فرق زکام و سرسام رو باید بدونی، مثلا بین زکام هم این زکام اون زکام فرق میکنه. حالا پایین توضیح میده که هر کدومشون چیه. من جالبه واسم که بدونم در اون لول مرض سایر اجناس چیان. آها واقعاً بودن دیگه، کم بوده ویتامین و مثلا بری بری بری. چنان که همایوم جدا شود از دیگر تبها، بدان که درازترین مدت او یک شبانه روز بود و در او تکسر و گرانی و کاهلی و درد نباشد، و تب مطبقه جدا شود از دیگر تبها، بدان که چون بگیرد تا چند روز باز نشود، و تب قب جدا شود از دیگر تبها، بدان که روزی بیاید و دیگر روز نیاید، و تب شطر القب جدا شود از دیگر تبها، بدان که یک روز سخت‌تر آید و درنگش کمتر باشد، و یک روز آهسته‌تر و درنگش درازتر بود، و تب رب جدا شود از دیگر تبها، بدان که روزی بیاید و دیگر روز نیاید و سوم نیاید و چهارم بیاید، و این هر یکی باز جنس شوند و ایشان را انواع پدید آید. چون طبیب منطق داند و حاذق باشد و بداند که کدام تب است و مادت آن تب چیست، مرکب است یا مفرد، زود به معالجت مشغول شود، و اگر در شناختن علت درماند به خدای عزوجل بازگردد و از او استعانت خواهد، و اگر در علاج فرو ماند هم به خدای بازگردد و از او مدد خواهد، که بازگشت همه به دوست.